تا به حال کیک با آرد سبوسدار پختی؟ خب امروز میخوایم کیک موز با آرد سبوسدار بپزیم که خیلی هم آسونه. احتیاج داریم به مقداری موز که مقدار موز بستگی به درشتی و ریزی موز داره و به قالبی که میخوایم کیک رو داخلش بپزیم، به کف قالب. خب من موزا رو به این صورت حلقه حلقه میکنم، میریزم داخل یه ظرف، میذارم کنار و حالا میخوام قالبم رو بهتونشون بدم. من از قالب کمربندی تقریبا بزرگ استفاده دارم میکنم و این کاغذ رو گذاشتم کفش، ولی میخوام این نکته رو بگم که برای قالب کمربندی سعی کنید کاغذ رو نبارید، به این صورت دور تا دورش رو بپیچونید، این خیلی بهتره. نگاه کنید به این صورت. خب حالا مقداری کره احتیاج دارم برای داخل مایه کیکم. خب من داخل لیوان ریختم و گذاشتم تو ماکروفر ذوب شده و حالا با همون کره ذوب شده کف قالب و اطراف قالب رو کاملا چرب میکنم. دوستان فر رو هم از الان با دمای 180 درجه میذاریم داغ بشه. خب حالا همه یه قالب که چرب شد، دو قاشق شکر قهوه‌ای دارم که داخل کف قالبم میپاشم. چون میخوام کیکم کاملا تیره بشه از شکر قهوه‌ای هم دارم استفاده میکنم. به این صورت ضربه میزنم که شکر همه جای قالب، همه جای کف قالب پخش بشه. خب موزا رو هم که خورد کردم رو میچینم کف قالب. دوستان من این رو بگم که دوتا موزی که من برش زدم کم بود، یه موز دیگه هم بهش اضافه کردم چون کف قالب من تقریبا پهن هستش. من نمیخوام کیکم خیلی قطر داشته باشه. خب 50 گرم مغز گردو دارم که کاملا نگینی خورد کردم، میریزم روی موزا که خیلی تکمیل کننده خوبی برای مزه موز و کیک هست. خب اینو میذارم کنار و حالا میخوام مایه کیک رو آماده کنم. یک لیوان شکر قهوه‌ای دارم که میریزم داخل ظرف و کره آب شده‌ای که دارم نصف لیوان، اون رو هم بهش اضافه میکنم و یه مقداری در حد مخلوط شدن همش میزنم. دو تا تخم مرغ دارم که بهش اضافه میکنم و در کنار تخم مرغ همیشه وانیل رو هم سریع بهش اضافه میکنم که بوی زخم تخم مرغ رو بگیره. یه پاکت وانیل. کیک بسیار راحت و خوشمزه ای. خب اینقدر هم میزنم که تخم مرغ ها از حالت لختگی در بیان. حالا شیر دارم که شیر و تخم مرغ همیشه یادتون باشه یک ساعت قبل از آماده کردن کیک حتما از یخچال خارج بکنید. شیرم هم دما با محیط شده. خب حالا نوبت آرده. دارم از آرد سبوسدار استفاده میکنم. نگاه کنید سبوسداش کاملا مشخصه. آرد تیره و سبوسدار داخل کیکم میریزم. نگاه کنید سبوسدار کاملا روی سبوسایی که قسمتاش درشت هست باقی میمونه، اما خب دیگه نیاز نداره، یعنی رد نمیشه از علکم. داخل کیک میریزم، مایه خمیری میریزم، هم میزنم و حالا لیوان دوم. رنگش ببینید چقدر خوب شده. خب حالا لیوان دوم رو دیگه با پگین پودر مخلوط میکنم. یه پاکت پگین پودر رو داخل لیوانی میریزم، یه مقداری با آردش با آردی که دارم مخلوط میکنم و بعد علکشون میکنم. یه مقداری هم میزنم که مخلوط بشه و میریزم داخل علک. پگین پودر با اینکه پودری هست و خشکه، ولی نمیدونم به چه صورته که باز گله میشه. به خاطر همون همیشه یادتون باشه پگین پودر رو حتما همیشه با آرد مخلوط کنید و به این صورت حتی بازم پودرش کنید. این هم لیوان دوم و حالا نصف لیوان دیگه دوباره احتیاج دارم، یعنی دو لیوان و نیم من داخل این کیک
آرد سبوسدار ریختم. دوستان پگین پود اگر خوب مخلوط نشه خیلی تند و تیزه وقتی تو دهن توی کیک میاد بعد از پخت کیک. خب حالا قالبی که آماده دارم رو این خمیر رو میریزم روش و فرم هم کاملا داغ شده. مایه کیک رو روی سطح موز به آرومی پهن میکنم، پخشش میکنم که کیکات موزا حرکت نکنه به هم بریزه. خب میذارم داخل فر به مدت 45 تا 50 دقیقه. اینم کیک خوشگل و خوشمزه‌مون که گذاشتم سرد شد و حالا در ظرف مورد نظرم برگردوندم و نگاه کنید چقدرم خوشگله. و الان دیگه چای هم دم کشیده و کیکم هم بافتشو ببینید، میتونیم با چای خیلی خوشمزه نوشه جان.